سلام، اینجا پلاتو و ما با کلی خبر جدید همراه شما هستیم. خبر امروز در مورد بالا گرفتن دعوای بهنوش بختیاری و سحر زکریاست. اما قبلش اگر دوست دارید از جدیدترین اخبار هنرمندان و بازیگران ایرانی مطلع بشید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر این زنگوله رو بزنید اولین نفری خواهید بود که از اخبار روز سلبریتی ها آگاه میشید. از شما هم که با لایک و کامنت هاتون ما را حمایت میکنین بسیار سپاسگزاریم. چند روز پیش خانم سحر زکریا با انتشار پستی کلی خبرساز شد و تا تونست به اهالی سینما، مهران مدیری و خیلی های دیگه توپید و حسابی شاکی بود. بعد از انتشار این پست هیچ کدوم از سلبریتی ها به جز خانم بهنوش بختیاری واکنشی نسبت به این موضوع نشون ندادن و جالبتر اینجاست که بهنوش به دفاع از مدیری توییتی منتشر کرد تا جوابی دندون شکن به خانم بازیگر بده. اول سحر زکریا رو از قانون کائنات ترسوند، بعد ادای دینی هم به آقای مدیری کرد که ما هرچی داریم از ایشونه، پس کمکاری خودتو تقصیر ایشون ننداز. در ادامه سحر زکریا هم ترجیح داد این توییتو بی جواب نذاره تا نشون بده کلن خیلی شاکی و دیگه قاطی کرده، پس پستی منتشر کرد و بهنوش و نخود آش خطاب کرد تا بگه آخه این موضوع به شما چه ربطی داره؟ شما اگر در کارهای آقای مدیری کمکار شدی به انتخاب ایشون بوده نه انتخاب خودت. بعد هم شما که هر کاری بهت بدن قبول میکنی، حتی کارتون بچه ها، پس خیلی افاضات نفرمایید لطفاً. بعد نوبت به بهنوش بختیاری رسید که جواب بده و از خودش دفاع کنه. او با انتشار استوری دوباره به زیراب زدن سحر زکریا اشاره کرد و اونو از قانون کائنات ترسوند که خانم مواظب قانون کارما باش. بعد دوباره بحث نخود و آش رو پیش کشید و گفت من اگر نخود آشم تو فقط یک نخودی. در ادامه استوری دیگه هم منتشر کرد و نوشت جای کسی که پشت سرت حرف میزنه همون پشت سرته. دوست باشید خانم زکریا دیگه، این همه سال با هم کار کردید و اینا. نه ما کار کردیم، ولی چطور ایشون این دروغ رو به من نسبت میدن که من زیراب ایشون رو زدم؟ آقای مدیری به هر حال اینجا هستن و میدونن اصلا سر کار آقای مدیری این شکلی نیست که کسی بتونه زیراب کسی رو بزنه، چون خود ایشون بازیگرها رو انتخاب میکنن. درست. اصلا این شکلی نیست. ما اومدیم آشتیتون بدیم و اجازه بدید و خانوم بختیاری نمیتونن راجب کائنات با من صحبت کنن، ایشون باید راجب کائنات با خودشون صحبت کنن که ببینن جواب کائنات رو کجا باید بدن. ایشالله که آشتی کنید. من با ایشون اصلا صحبتی ندارم، ایشون اصلا در حد بنده نیستن. بزرگوار ایشون که بخوام من با ایشون اصلا دهن به دهن بشم. ببخشید نه با ما اصلا با من اشتباه کردم. لول بنده، لول کاری بنده، میتونی اینستای بنده رو ببینید، اینستای خانم بهنوش بختیاری رو هم ببینید. زنده باش. من امیدوارم که جان ایشون اصلا میگم اول از اینکه ایشون واقعا حرفی که زدن نخود هر آش هستن، اصلا به ایشون چه ربطی داشت؟ ما این همه بازیگر دیگر داشتیم، میتونستن خانم مثلا اصلا خانم بختیاری چه کاری با آقای مدیری داشتن قبل از من که من بتونم زیراب ایشون رو بزنم؟ بزرگوارین شما. خانم زکریا من فکر کنم الان یه مقدار شما عصبانین و من حق میدم بهتون. عصبانی شدم بله، من اینکه واقعا تا به الان فکر میکردم که بازی های مجازی، ولی میخوام بهتون بگم که من درک میکنم شما رو به خاطر اینکه فشارهای زیادی در فضای مجازی روتون بوده و حقتون هم واقعا نبوده، به قول خودتون یک درد و دلی کردید که جوابش این نبوده. ببینید راجع به من میگم، من آقای مدیری برای من جایگاه خودشون رو دارن، نه اینکه نه بخوام از کسی بترسم، نه واهمه‌ای داشته باشم، نه هیچی، ولی خانوم بختیاری اجازه این رو ندارن. من به اجازه نمیدم راجع به ایشون عصبانی میشم، برای که ایشون در حدی نیست، ایشون در بین همکارهای ما جوک هستن. دیگه خواهش میکنم نیان بیانیه ای صادر کنن. خانم ایشون اگر راجع به کائنات میگن برن راجع به پست هایی که گذاشتن جواب مردم رو بدن. زنده باش خانم زکریا، من مخلص شما. نه خواهش میکنم، ایشالله که این من نمیدونم، ایشالله که با هم آشتی کنید، یعنی ما یه برنامه بذاریم که ناپلونیو بیاریم تموم شه دیگه، ناپلونیو بیاریم آشتی کنیم. نه آشتی با ایشون دارم، نه حرفی اصلا، ایشون در لول بعدی. زنده باشین. بزرگوار.
به نظر شما توی سینمای ایران چه خبره؟ چرا درگیری بازیگرها اینقدر بالا گرفته؟ لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید.